سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه با من. این برنامه محتویات بسیار خوب داره و در این برنامه من تنها نیستم، امرای من اینجا کوکوگل جان هم اینجا تشریف داره، اما نمیفهمم که تا آخر برنامه امرای من هستن یا نی. ایره باز من خودم تصمیم میگیرم. چو باش کم شو خاک دست سرت، پیش بزکی میکنی از کلگی کده زیاد. در این برنامه خودم دعوت هستم، میمان از این برنامه خودم هستم. دوستای عزیز یوسناگه خودش پیش بزکی میکنه، خودم هستم میمون از این برنامه. تو چی کار هستی؟ خی کوکو گل جان، رشخندی را بس کو، آل خودم میرم برنامه اصلی را شروع میکنم و زیاد سرمه خود شاری شاری نگی، بانین که هر چیز میگه و امرای ما باشین در برنامه با من. این بسیار زیاد نقنق کرد، بسیار پرگف. دوستای عزیز میریم میبینیم که چی گله با آمیده. یه دوستی هم نهیم. خانه کرایی است یا شخصی؟ اوهو، چی جریان داره دوستای عزیز؟ اوه، حالا فهمیدم. دوستای عزیز این کار اونم گک است، اونم کوکوگل. چی میخوای امتم؟ دوستای عزیز این کلش توته دشمن است، میکنن دیگه خیر است، چیزگرد نیست. این خانه خودم است، همینجا تمرینات همیشه داشتیم، روزای کرونایی و همه گیره همینجا تیر کردیم، میکنن دیگه این کارا را. دوستای عزیز هیچ وقت مایوس نشین، روزای قرنطینه به خوشی سپری کنین و حالا میبینیم، فکر میکنم برام کدام مسج آمده. طولانی ترین مکالمه تلفنی تان با کی بوده و چند دقیقه را در بر گرفته؟ طولانی ترین مکالمه ما با فکر میکنم با مادر جانم بود که تقریبا یک ساعت در بر گرفت. یک ساعت به چی خاطر در بر گرفت؟ که امروز روز امروی مادر جانم صحبت کردم، به تقیبش غزال جانم رویم صحبت کرد، به تقیبش پدر جانم، اما تو برادرها، کلگی دیگه تقریبا یک ساعت در بر گرفت. حتی موبایلم بیخی اما تو داغ آمده بود و اینو سوال کردن که اولین موبایل که یوز میکردین کدام موبایل بود و فعلا موبایل دلخواهتان کدام موبایل است. خب دوستای عزیز، اولین موبایل که من استفاده میکردم امی موبایل نوکیا که مشهور به سنگ پای است در افغانستان امی بود و فعلا دوستای عزیز موبایل دلخواه من موبایل آیفون است که هر سال مدل های نوش میآید و من هم بسیار زیاد دوست دارم. دوست دیگه ما سوال کردن که اپلیکیشن هایی که استفاده میکنین کدام ها هستند؟ اپلیکیشن هایی که من استفاده میکنم واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک، لایک و غیره است. یک دوست ما در اینستاگرام خواهش لایف شوره کردن که من باید برشان لایف بیایم و زمزمه کنم. خیره دوست عزیز، در این وقت چون ساعت 9 صبح است من لایف آمده نمیتونم و دلم شده که یک کافی بخورم، وقت کافی خوردنم است، من همینجا میتونم بر شما یک زمزمه کنم. دلبر جانم بهانه ها تو کردی، دو ابرو چوپری پروا نکردی. دلبر جانم بهانه ها تو کردی، دو ابرو چوپری پروا نکردی. مرا دیگر برادر از محبت، عجب شیرین شیرین افسانه کردی. عجب شیرین، عجب شیرین، عجب شیرین شیرین افسانه کردی. عجب شیرین، عجب شیرین. دوستای عزیز، یک گپ که در ذهنم خطور کرد و شما این سوال از من چندین بار کرده بودین، میخوایم که همین سوال براتون جواب بدم. چرا شما به امیر رسلینگ یعنی کشتی کرد شما سهم نمیگیرین؟ هدفم از رسلینگ او رسلینگ نیست که گیشم گیشم میزنن یا زد خورد میکنن، هدفم از این جنجال های صفات اجتماعی است که در این وقت زیاد شده. دیگه دوستای عزیز زیر برتان بگویم که ما کاملا میخوایم بی‌طرف باشم و نمیخوایم که خدای نخواسته رقابت ناسالم همراه هیچ هنرمند داشته باشم، همراه هیچ کس اصلا نمیخوایم که حتی هنرمند باشه نباشه. و همچنان خواهش ما همی است که بعد دیگه هنرمندای ما هم که همیشه اتفاق باشن، اتحاد باشن و این کارا را نکنن. من دیگه به کارهایتان غرض ندارم، مقصد کل ما انسان هستیم
و زنده باد انسانیت. مرا دیگه غرض نیست، دیگه مام کافیگه که خود تیار میکنم میخورم. ما دوست عزیز قسم کافی دوست دارم که زیاد تلخ نباشه. دیگه زیاد چاکلیت هم خوش ندارم، خب متوسط باشه دیگه هر چیز. یک کافیگه که نورمال دوست دارم. اوه دیگیش ای چی هست؟ حسنا جان خدا کنه که باز کدام نامی عاشقانه برد نباشه. واوا باش که ببینیم ای چی هست. در طفلیت بچی نام ها صدا می کردن ترا؟ خوب نام ها زیاد بود، چون در افغانستان هم تو یک رواج است. یگانه نامم که بود من فکر می کنم چاقم بی، چون من بسیار زیاد چاق بودم، امیال هم وزنم زیاد شده، همیشه زود وزن میگیرم، اما در طفلیت بسیار زیاد چاق بودم، از او خاطر نامم چاقمبی بود. باز زیادتر میگفتن چاقمبی ننی قمبی. و سوال دیگه که گفتن، کدام بازی های طفلانه رو انجام دادی؟ دوست عزیز، من قبلا در برنامه های دیگه هم گفتم که من مثل بچه ها بودم، زیاد مثلا حتی چهار مغز برد بازی های دخترانه و بچگانه را میکردم، توشله بازی، رسمان بازی، دیگه همیشه خلاصه میکردم، دیگه حتی غولک، دیگه آلی این بازی ها را من برتان یکیشه میرم عملی برتان انجام میدم. دوستای عزیز، من یکی از علاقه‌مندای سرسخت رسمان بازی هستم و در پالی بازی های دیگه که همیشه اجرا کردیم همیشه زیادتر رسمان بازی میکنم. و امروز متاسفانه که رسمان ما تصادف در این روز که ما برنامه داریم این رسمان کنده شده بود و من خواستم که از این کیبل برقی بگیرم و به شما این نشان دادم که اگر آدم بخواید که ورزش کنه میتونه که از هر چیز استفاده کنه و واقعا دلش باشه میتونه. دوستای عزیز، من خوب بسیار زیاد مانده شدم، اما شما جای نرین، در بخش بعدی برنامه همراه ما باشین که بعضی گپ های جالب دیگه هنوز مانده. چشمی قشنگت به جانم شرر زد، یادی لبانی تو خاکم به سر زد، ای آرزوی دلی زار من، ای روشنی شبی تار من، هو هو ها 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 ها. دوست عزیز، ای اشکای ما از خاطر پیاز است فقط. شما کدام چیز دیگه غلط فهمی نکنید، به خدا نخواسته کدام موضوع عشق عاشقی است، فقط به خاطر پیاز بود که پیاز توته کردم اشکای ما بود. دوستا خیالم میرم روغن اضافه میکنم به دیگ و به آشپزی خود ادامه میدم. اوهو در بین ازی دیگ چیست؟ سوال؟ خدای خیر میبینیم دوستا عزیز که اینجا هم برما سوال است که چی است. خب بیشترین غذایی که خوردی کدام غذاها بوده؟ بیشترین غذایی که خوردیم فکر میکنم پیزا است، چون فیوریت غذای ما، غذای دلخواه ما پیزا است. خب دوستای عزیز، آل پیاز رو میگیریم و دیگه علاوه میکنیم، دیگه میاییم پیاز علاوه میکنیم. خب دوست عزیز، امروز من بر شما غذای مورد علاقه خود پخته میکنم که این غذا را هم زیاد دوست دارم که شاهی پنیر است و این را همیشه که برای دوستان پخته کردیم واقعا مورد علاقهشان قرار گرفته. خب آل پیاز ما در حالت سرخ شدن است، میریم و یک ذره نمک مندازیم که در این وقت انداخته میشه. اوهو در بین نمک
به بین نمکم یک سوال داریم. خوب دوستای عزیز، میبینیم که چی سوال است. خوب اینا گفتن که نام چند نوع غذا را میگیریم و خودت عکس العمل نشان بده. اوکی، خیلی یک دفعه گاز گل میکنیم که دیگ نسوزه، سوالا رو جواب میتیم، بعدا دوباره آغاز میکنیم به کار ما. گلپی، گلپی خوب است. شلغم، شلغم خوب است اگه امروی گوشت باشه. تنانی، کت کباب چطور است؟ کباب، کبابم خوب است، 50-50. خیلی منتو، 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 منتو خوب است. واو، نوش جان. شوله، شوله بسیار خوب است، شوله رو زیاد دوست دارم واقعا. وام که قربندی باشه. برگر، برگر خوب است اگه مگر آخرش یک رقم مزه اخبار میته. حتما شد اخبارش خوردی. شورنخود، شورنخود بسیار مزه‌دار است اگر از شهر نو باشه. اشتیایتان بنده اونجا بسیار زیاد امی کوچه پارک شهر نو است، فکر میکنم بسیار یک شورنخود مزه‌دار داره. فقط اگر از اونجا باشه مرا مزه مید. و ماش پلاو، ماش پلاو بسیار غذای عالی دوست دارم. خب دوستای عزیز، شما از من خواسته بودین که یا برتان یک دیالوگ فیلم بگویم یا اکتینگ کنم. خودم هم یک چیز علاقمند هستم. خب اینجا دیگه کس نیست، بعض وقت هم روی کوکو گل جان اکتینگ میکنیم و بعض وقت پیش آینه هم روی خود دیگه. آل اینجا هم کس نیست، دیگه ناگزیر هستیم که هم روی دیگه یک اکتینگ بکنیم. او طرفی که آشپزخانه، نمی شرمی که قدرش پلاخ میزنی؟ گناه را در گردن دیگ مندازی؟ بعض وقت اگر گازم سیاه میسازی تا سر ما چیخ میزنی و اگر دل تنگ میشه باز انفجار میکنی، یک دم خرابی میکنی. تو خودت چی فکر کردی؟ و باز ای چیز که از دستت نمیه غذا را میسوزنی، کلگی از گشنگی میماره خلاص. بیا از این او در پایوان کن. دوست عزیز، آله تا که دیگ ما دم میگیره در برنامه با من باشید، پس برمیگردیم بعد از وقفه کوتاه. دوستای عزیز، قسمی که میفهمین همه خانم ها شاپینگ دوست دارن، خریداری لباس بسیار زیاد برشان روحن آرامش میته، خوشی میته. من هم همه قسم بسیار زیاد وقتی که لوازم آرایشی میخرم، لباس میخرم، بسیار زیاد احساس خوشی میکنم. خوب بعض خانم ها هستن که اگر مثل ما را عادت داشته باشن، چون نمی یک لباس یک دفعه که بپوشم نمیفهم می تکلیف است، ای عادت است، بار دوم خوششان نمیه، اصلا پوشیده نمیتونن. خوب دوستای عزیز، من هم آل برتان نشان میتم یک جور لباس خوده که من چه قسم لباس را دوست دارم. دوستای عزیز، من لباسکای بسیار سمپل دوست دارم و نه قدر مفشن زیاد، نه قدر ساده زیاد. یکان چیزکای همه تو یونیک خوشم میایه که داشته باشم. حسنا جان، به خیالم که این دفعه نوبت کمرمین است. سوال کمرمین مانده، فکر میکنم که آله سوال ها زد پرسان میکنه. تو رو لگم یارشت نمانی، بیا که ما یک آلم کار داریم گلابی. کمرمین جان، آله میشه که خودت سوالات پرسان کنی. خب مقصد قارمار نشی، این از تو وقت از خواب خیستی میری طرف آینه سل میکنی، باز فکر میکنه که غزال عنایت هستی، او وقت چی میکنی؟ اگر غزال جان عنایت ببینم که باشم تا آینه خود دیدم، آینه را خوب زیاد مات میکنم. وی بمرم.
خب یک غزال یک طرف بانیم اگه بانوی نخست می بودی رولا غنی را میگم نه مطلب خو گرفتی باز چی میکنی؟ خب اگر می بودم فورا یکانه آرزوی که دارم می رفتم بر اطفال غریب یک جای جور میکردم کل از اونا را از سرکا و از کوچا جمع میکردم برشان یک جای جور میکردم بخاطر از ایک اونا زندگی کنن و هر نوع آسایش برشان فراهم میسن. خب یک سر شبکه خنده بایم اگر بایوز سیر متین میبودی باز چی میکردی؟ اگر بایوز سیر جان متین میبودم چون که بسیار زیاد رولای خانما را بسیار مقبول بازی میکنه و بسیار زیاد هموطنان ما را میخندانه دوگام زیادتر رول خانما را زیادتر بازی میکردم اما رولا را مقبول بازی میکنن اما امی جنبایی که زیادتر به خاطر خانما هسته یار زیادتر بازی میکرد. خب صبح از پالوی چپ میخیزی باز میبینی که سلیم شاهین هستی وقت چی میکنی؟ بچه درمانده را میگم سلیم شاهین اجانا خب میرفتم کارهای نو شروع میکردم قسم که سلیم جان شاهین هم بسیار زیاد یک آدم پرتلاش هسته دیگه بازم میرفتم به کار خود ادامه میدادم فیلمای خوبتر بهتر افغانی را یا دایرکت میکردم یا بچه فیلمش میبودم راستی حالا میشه که یکی از امو دیالوگک های درمندری سلیم شاهین برای ما بگوی یک دیالوگک که متفکس با ثبوت باشه او بچه برو که دادانت کت بوکس میزنم که در دیوال شرش شوی دیدی نشنه کسایی را برات نام میگیرم اگر کار غریبی فعلیشان نمی بود با نظر خودت چی کارا می بودن؟ خمین سر نفر اول اشرف جان غنی اشرف جان غنی اگر رئیس جمهور نمی بود وزیر اقتصاد می بود آفرین اینم تو آل سر نفر دوم میاییم دکتر صاحب عبدالله را برات میگم چی کارا باید نمیدن؟ باید وزیر خارجه می بود چون لباس های بسیار مقبول می پوشن استایل بسیار مقبول داره خوب است که نمایندگی از افغان ها میکرد خاک دیاستی نکنیم خب یک سر فراد جان دریا بایم اگر فراد جان دریا هنرمند نمی بود به نظرت چی کارا می بود؟ فراد جان دریا باید یک دکتر قلب می بود چون با آهنگای خود قلب همه گیره به دست گرفته می شد که بسیار یک دکتر جرای قلب خوب می بود قواره دکتر آرام دارم نصیحت که 10 سال پیش باید برات می شد او چی می بود؟ 10 سال پیش نصیحت که باید برم می شد ای باید می بود که همیشه باید به خود زندگی کنه انسان آفرین و فقط به خود زندگی کنه دیگه اگه سوالت خلاص شده نشد من دیگه رفتم بیشی کنو سر فلم از گلابی دوستای عزیز برالاوی که من شبکه اجتماعی را تعقیب میکنم تلویزیون هم تماشا میکنم بلخصوص تلویزیون طلوع و ناگفته نمونه دوستای عزیز که برنامه های تلویزیونی روز به روز خصوصا تلویزیون طلوع جذابتر و متفاوتتر شده و میره خصوصا برنامه تفریحی و موسیقی وی دیگ دیگ از یادم رفته دوستا عزیز الو دیگ سوخت اوی خدا جان خاک به سرم شد دوستا عزیز امروی با من که باشید گوش نمیمانید خیر دوستای عزیز به خیر هفته دیگه میبینیم که امروی کدام هموطن ما هستین امروی کدام قندول نازنین وقت خوش داشته باشین